صحنه‌هایی از نبرد ارتش آزادی سوریه با داعش در جنوب این کشور. متوقف کردن تهاجم نظامیان اسد به غرب شهر الباب. استقبال اهالی از عید قربان در مناطق آزاد شده سوریه. بازسازی مدارس شهر بضاعه در شمال شرقی حلب. برنامه طوفان تغییر امروز را با صحنه‌هایی از نبردهای یکانهای ارتش آزادی سوریه علیه داعش در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا شروع می‌کنیم. بدوه خسائر في العتاد والارواح ونحن مستمرون ان شاء الله. یکانهای ارتش آزادی سوریه تهاجم نظامیان اسد به غرب شهر الباب در حومه شمالی حلب را به شکست کشاندند. ما تیپ سلطان عثمان وابسته به ارتش آزادی سوریه هستیم که علیه رژیم جنایتکار اسد و پیشتر نیز علیه داعش تروریست در این منطقه درگیر هستیم. ما پیشتر داعش را از حومه شمالی و شرقی حلب بیرون راندیم. ما اکنون در شهرک ابوزندین در غرب شهر الباب و در خطوط جلوی تماس مستقریم که بر مواضع رژیم جنایتکار اسد مسلط هستیم. نظامیان اسد بیش از 3 بار تلاش کردند در مناطق تحت کنترل ما پیشروی کنند، اما با پاسخ قاطع رزمندگان مواجه شده و تلفات جانی و خسارت‌های تسلیحاتی نیز متحمل شدند. انشاءالله جنگ را علیه هر گونه وجوه تروریسم که در رژیم اسد متبلور می‌شود ادامه می‌دهیم. ما جنگ با رژیم جنایتکار بشار اسد و داعش را تا پاکسازی تمامی خاک سوریه از وجوه تروریسم ادامه می‌دهیم. رژیم اسد در هفته گذشته تلاش کرد در چندین محور به مناطق آزاد شده در جنوب سوریه تهاجم کند، اما با همت رزمندگان آزاده که در جبهه مستقر هستند شکست خوردند و تلفات جانی و خسارت‌های تسلیحاتی به آنها وارد آمد. ما در جبهه ها سنگر گرفته ایم و به نظامیان بشار اسد اجازه نمی دهیم که به مناطق شهر الباب و حومه آن پیشروی کنند. بازارها در سایه آرامش و عدم وجود بمباران‌ها در حومه ادلب در شروع عید قربان با استقبال زیاده اهالی مواجه شده است. گزارشی از تلویزیون اورینت نیوز.
تجهیزات و تجهیزات لعید الاضحى یقوم. اهالی اینجا در شهر اریها در حومه ادلب آماده سازی های عید قربان را انجام می دهند. بازارها به استقبال گسترده اهالی به ویژه در سایه وضعیت امنیتی و عدم بمباران مناطق استان از سوی نظامیان اسد مواجه هستند. ما اینجا در حال پخت شیرینی هستیم، در اعیاد رسمی و مناسبت‌های دیگر. ما در ایام عید انواع کیک‌ها را پخت می‌کنیم که شیرینی‌های متفاوت در انواع و اشکال مختلف هم هست. ما به بازار آمدیم تا نیازمندی‌های عید قربان را خریداری کنیم. خدا این عید را برای من پر از خیر کند. فضای خوبی هم هست و به همه مردم سوریه این عید را تبریک میگویم. انشاءالله همه سلامت باشند. وضعیت بازار خوب است. این هم مناسبتی است که مردم در آن به بازار آمدند. به یاری خدا وضعیت ثبات دارد. امیدواریم ثبات به سراسر سوریه برگردد. شهر الباب در حومه حلب نیز بعد از آماده سازی از دست داعش شاهد اولین عید قربان است. این عید از اعیاد دیگر بسیار متفاوت است. نزدیک به 7 ماه است که شهر آزاد شده و مردم بازگشتند. قبلا هم ما کار میکردیم و بازار بود، اما از بمباران ها بسیار میترسیدیم. الان به شهرهای دیگر و بازارهای دیگر در شهر بزائه هم تردد داریم و وضع خوب است. من امیدوارم که مردم به کشور بازگردند. الحمدلله اینجا امنیت دارد. بعد از آزادسازی شهر الباب که مدت کوتاهی است محقق شده، اهالی بازگشتند و فعالیت و تحرک آنها بسیار خوب است و خوشحال هستند. در اعیاد قبلی اهالی از بمباران‌ها و گلوله باران‌ها بسیار نگران بودند، اما اکنون وضع خوب است و بمباران و گلوله باران‌های رژیم اسد قطع شده است. شهر الباب بعد از 3 سال برای اولین بار شادابی و سرور عید را به خودش می‌بیند. رصدت کامیرا اورینت نیوز اجواء الاسواق في الغوطه. اهالی غوطه شرقی نیز با فرار رسیدن عید قربان به بازارها آمدند تا نیازمندی‌های عید را تهیه کنند. بازارهای غوطه شاهد استقبال گسترده اهالی است، امری که در سالهای گذشته معمول نبوده است. قیمت بالای مواد غذایی و کمبود آن در سوریه مانع از عزم زنان برای پخت شیرینی های عید قربان نشده است. تعدادی از زنان در یکی از منازل در حومه دمشق جمع شده و به پخت شیرینی می پردازند، کاری که هر ساله در ایام عید انجام می دهند. گرانی مواد و کمبود آن پخت بسیاری از شیرینی ها را ناممکن کرده و تنها چند نوع را می توانند پخت کنند. ما دوست داریم که ایام عید پخت کنیم. هر بار ما دور هم جمع می شویم و از خدا می خواهیم که این عید را پر از خیر و برکت کند. اهالی غوطه شرقی برای زندگی با واقعیت موجود و ایجاد لحظات شادی و سرور تلاش می کنند. ادامه زندگی و انطباق فعال با واقعیت موجود بهترین راه حل برای سختی هایی است که با آن مواجه هستند. با وجود محاصره و بمباران های رژیم اسد علیه شهرها و شهرک های غوطه شرقی دمشق، پافشاری بر ادامه زندگی در اذهان اهالی این منطقه کاملا تثبیت شده است. شورای محلی شهر بزاعه در 45 کیلومتری شمال شرقی حلب در شمال سوریه بازسازی 3 مدرسه برای سال تحصیلی جدید را شروع کرده و کار یکی از این 3 مدرسه را به پایان رسانده است. در
مدرسة بنات بزاعة عم قوم ترميمها طبعا اليوم باشرنا. ما امروز تعمیر و بازسازی مدرسه دختران بزاعه را شروع کردیم تا آن را برای سال تحصیلی جدید آماده کنیم. این مدرسه تقریبا به بازسازی و تعمیر کامل نیاز دارد. دفتر خدماتی شورای محلی شهر بزاعه به این کار مبادرت می کند و ما بر کار بازسازی و تعمیر نظارت داریم. ما مدرسه مستقبل را به طور کامل بازسازی کردیم. مدرسه حوریه باقی مانده که در 2 یا 3 روز آینده به طور کامل تعمیر می شود. تمامی این مدارس برای سال تحصیلی جدید آماده می شوند. همین مدرسه را ما امروز شروع کردیم که در ابتدای سال تحصیلی آماده خواهد بود. آماده سازی مدرسه در زودترین زمان ممکن صورت می گیرد. ما تمام تلاشمان را برای آماده کردن مدرسه در ابتدای سال تحصیلی انجام می دهیم. هزینه بازسازی این پروژه برای بازسازی مدرسه 17,000 دلار است. کارها شامل گچکاری و رنگامیزی و ساختن در و پنجره و کاشیکاری و تمام کارهای مربوط به یک ساختمان است. مدت زمان این پروژه 1 ماه است، یعنی تا زمان شروع سال تحصیلی جدید در ماه آینده. شهر نلحق بداية العام الدراسي.